سلام بر خلوت و پیامبرانی که در سایه ساران سبز اندیشه برانگیخته می شوند. سلام بر سکوت و موسیقی خاموشی که از پرده های دریده برمی خیزد. سلام بر سالکانی که انسانیت خود را از بهتان صنعت و تهمت مدنیت وارهانیدند. سلام بر پیرانی که کوزه های وحی را از سرخوش خمخانه های غیب پر می کنند. سلام بر حضرت پیر جان. رو سر بنه به بالین، تنها مرا رها کن، ترک من خراب شبگرد مبتلا کن. ماییم و موج سودا، شب تا به روز تنها، خواهی بیا ببخشا، خواهی برو جفا کن. ماییم و آب دیده در کنج غم خزیده، بر آب دیده ما صد جای آسیا کن. دردیست غیر مردن، آن را دوا نباشد، پس من چگونه گویم کین درد را دوا کن. در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، در خواب دوش پیری در کوی عشق دیدم، با دست اشارتم کرد که عزم سوی ما. سلام خدمت شما عزیزان، خیلی خوش آمدید. قبل از هر چیزی خواهش میکنم تلفن هاتون رو خاموش کنید و از هر گونه فیلم برداری و عکس برداری لطفاً خودداری بفرمایید. امشب دور هم جمع شدیم برای مراسم شب عرس، شب عرس حضرت مولانا. حضرت پیر ما امشب حضوراً اینجا نیستند، اما به غیر از اینکه در قلب ما هستند، نفس ایشون و وجود ایشون در کنار ما هست. شما عزیزان سال هاست که با ما هستید و در نظر دارید که ما سال ها حتی تا 700 نفر رو در همین مرکز دعوت می کردیم برای مراسم 30 سپتامبر ولادت حضرت مولانا و همینطور تعداد زیادی رو برای شب عرس. 2 سالی این قضیه متوقف شد به دلیل مسائل کرونا که وجود داشت و بعد از اون ما تصمیم گرفتیم که این مراسم رو به صورت خصوصی برگزار کنیم. همونجور که متوجه هستین تک تک شما دعوت شدید، البته با همراهانتان، و فضای کوچکتری رو ما در نظر گرفتیم و این جلسه خصوصی رو برگزار کردیم. طبق روال همیشه هستی عریان تنها گروهی هست که هر سال این برنامه رو اجرا کرده، به غیر از اون 2 سالی که خدمتتون گفتم، و پیشتاز این مسئله هم در رابطه با ولادت حضرت مولانا و هم شب عرس
در ایرانیان خصوصا نورت امریکا است. I'm
دستانه گرفتیم، صد بار گشادیمش و صد بار ببستیم. پیمان سر زلف تو ببستی، شاهین
سیل خاکی که از قوت پر این قفس تنگ شکستی برخواست از کنگره عرش به آفا پرواز نمودیم و به بام تو نشستی چند کلامی هستی اوریانی حرف بزنیم با هم. مجدداً میگم خدمتتون که خیلی خوش آمدین. اکثر شما عزیزان رو سال هاست ما میشناسیم، در کنار هم دیگه بودیم، در این 10 سال گذشته جلسات هستی اوریان بوده. از روز اول حضرت پیر همیشه میگفتن این روش یک روش نوینه. من به نوبه خودم نوین بودنش رو نمیتونستم حتی تصور بکنم. اصلا نمیدونستم که راجب چی دارن صحبت میکنن. فقط شیوایی کلام، تاثیرگذار بودن کلام ایشون و معنویتی که از سخنان ایشون میریخت و جاری بود برای من شخصا کافی بود و برای همه ما. اما در این 10 سال گذشته که من این افتخار رو داشتم که مسئول روابط عمومی هستی اوریان باشم و تنگاتنگ با همه شما عزیزان، نه تنها شما عزیزان، بلکه تا شهرهای واقعا دورافتاده ایران، من فقط از تهران و مشهد و از شهرهای بزرگ صحبت نمی کنم، به قدری این سخنان در ایران راه باز کرده و این نفس، این نور پخش شده و ارتباطی که من با این عزیزان دارم تأثیر به سزایی رو که هستی اوریان، سخنان حضرت پیر بر روی این عزیزان داشته میبینم، لمس میکنم و حرکت این عزیزان رو متوجه هستم. ما همگی میدونیم که البته خود پیر جان هم توضیح دادن توی سخنانشون که شما اگر بخواین پیچیده ترین مسائل عقلانی رو درک بکنید به فلسفه نیاز دارید. یعنی فلسفه باید بیاد با یک منطقی و با یک مسائل عقلانی اینها رو برای ما باز کنه، توضیح بده و قابل هضم بکنه. در ادامه اون ایشون فرمودند که چیزی ورای فلسفه هست به نام عرفان
که در واقع سرعت حرکتش در مقابل فلسفه در رابطه با توضیحات و این مسائل پیچیده‌ای که وجود داره رو انجام میده، سرعتش مثل سرعت نور میمونه. من به جرأت با تمام سلول‌های تنم و من مطمئنم تمام شما عزیزان با من موافق هستید در این مسئله که عرفان هم عرفان هستی اوریان، یعنی این نوین بودن اینجا خودش رو کاملا نشون میده. نه تنها پیچیده ترین و غیر قابل فهم ترین مسائل رو ایشون چطور ساده باز میکنند، و ما بعد از سالها که در هستی اوریان بودیم، من قبول دارم از ابتدا اینطور نبوده و برای هیچ کس نیست، ما اینها رو میتونیم هضم کنیم، میتونیم درک کنیم. زمانی که من میبینم در یکایی که کشورهای اروپا دیگه، شما آمریکای شمالی رو که دیگه واقف هستید، هم خود کانادا هم در آمریکا تقریبا تمام ایالات ما عزیزانی رو داریم که زندگیشون بسته به هستی اوریانه، خوابشون با هستی اوریانه، زندگیشون با هستی اوریانه، کودکانشون، نوجوانانشون الان هستی اوریان هستن. قصد من این است که دلیل این که این مسئله نوین بودن رو مطرح کردم، چیزی رو میخوام خدمتتون بگم که امیدوارم بتونم به بهترین شکل این رو به شما انتقال بدم. ما شاید اوایل نمیدونستیم که کجا هستیم، یعنی نمیدونستیم چه اتفاقی داره میفته. فقط یک شیوایی کلام، یک معنای بسیار رو در این سخنان، تأثیرگذار بودن سخنان حضرت پیر رو فقط متوجه می شدیم. اما هستی اوریان حرکتی و طریقتی است که امروز 10 سال پیش شروع شده و تا ابدیت پیش خواهد رفت. تأثیراتی رو که در زندگی بشریت در حال حاضر بیشتر در جامعه فارسی زبان بوده، اما این به همین شکل که در فارسی زبان الان در زبانهای آلمانی عزیزانی که در آلمان هستن دارن ترجمه میکنن، به صورت زبان ایتالیایی داره ترجمه میشه، البته ترجمه به مفهوم اینکه خودشون اینها رو انتقال میدن به اطرافیانی که دارن، و زبان انگلیسی. این در زندگی هستی اوریان، در زندگی تمام بشریت، نه بشریت امروز. ما فقط کسانی هستیم که این فیض رو داشتیم با حضرت پیر همزمان باشیم. اما در آینده 100 سال، 200 سال، 500 سال بدون اغراق من دارم خدمتتون میگم، چون هرچی بیشتر در این اقیانوس سر میبریم بیشتر متوجه میشیم که نمیدونیم، و این بزرگترین نعمته. هرچی بیشتر متوجه باشیم که نمیدونیم، در این مسیر بهتر میتونیم رشد و تحول داشته باشیم. حضرت پیر از معرفت صحبت کردند در سخنانشون. معرفت چیزیه که همه ما اون رو تجربه کردیم. هیچ کدوم از ما انسان‌هایی نیستیم که قبل از هستی اوریان بودیم. من این رو به جرأت میگم، چون با اکثر شما، من نمیخوام بگم با تمامی شماها، ولی ارتباطی که دارم از تحولات شماها، از رشدهای درونی شماها، از تغییر افق دید شما، دیدگاه شما با خبرم. ما هیچ کدوم افرادی نیستیم که قبل از هستی اوریان بودیم. نوین بودن یکی از مهمترین و اساسی ترین نوین بودن هستی اوریان به نظر من این هستش که ما داریم رشد میکنیم، ولی حتی خودمون نمیدونیم که داریم رشد میکنیم. ما داریم حرکت میکنیم اما خودمون نمیدونیم. معمولا اطرافیان این رو به ما میگن، تغییر کردی، دیدگاهت عوض شده، برخوردت عوض شده، جور دیگه ای شدی. قطره قطره این سخنان گوهربار، قطرات آگاهی هستند، دارن به وجود ما هر لحظه با هر کلامشون، با هر حرفی که از دهانشون میاد وجود ما رو دارن سیراب میکنن. ولی به قطعیت بگم که این فقط برای ما نیست. اصلا ما ممکنه اونقدر که باید و شاید
متوجه نشیم هستی اوریان رو در آینده متوجه خواهند شد. من بسیار خوشحالم که در کنار شما عزیزان هستم. بسیار مفتخرم که در هستی اوریان هستم. زیر سایه و نور حضرت پیرجان هستم. و در ابتدای این حرکت و طریقت هستم. بازم خوش آمد میگم خدمت.
روابط عمومی هستی اوریان.